Bismillahir Rahmanir Rahim. به نام خداوند بخشاینده و مهربان با سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز میخواییم در این ویدیو بس در مورد تفریق وکتورها صحبت کنیم. تفریق وکتورها به مانند جمع وکتورها به مو طریقه که گفته بودیم به مو طریقه میشه. صرف فرقشی است که امو وکتور که ما تفریق میکنیم چی میکنیم؟ جهت از امور وکتور تغییر میدیم. دیگه میتود و طریقه امو مراحل خود داره، به طریق مثلث و به طریق متوازی الاضلاع هر دوش حل میکنیم. فرض کنید یک مثال ما داشته باشیم، وکتور A. شما اینجا میبینید وکتور A است و وکتور B. چی طبعا ما میخواییم پیدا کنیم؟ میخواییم که A وکتورش منفی B وکتورش کنیم. ایره ما ایره کنشته کده میتونیم کی مساوی میشه با A منفی B. دوباره شما اینجا میبینید که ای در اصل همون جمع وکتور ها صرف با چی؟ با ای تفاوت که ای وکتور B اینجا چی میشه؟ جهتش تخیر میشه. اول میم این مثال به طریقه متوازی الاضلاع کار میکنیم. به طریق متوازی الاضلاع چی میکنیم؟ اول وکتور A را که مثبت است ای چی میکنیم؟ اینجا انتقالش میتیم، از شکل چی را میگیریم؟ خطکش را میگیریم به مو اندازه و به مو زاویه که وکتور A است ای چی میکنیم؟ اینجا انتقال میتیم، رسمش میکنیم در اینجا ای میشه وکتور A ما. ای میشه وکتور A ما که به مو اندازه که در سوال داده شده و در اون زاویه اینجا رسمش کردیم. بعد از چی میکنیم؟ در اینجا شما که قسمه که در اینجا میبینیم که ای منفی 20 یعنی جهت از ای به ای رقم نیست، یعنی جهت از ای چی میکنیم؟ تغییر میدیم ما جهتش ای رقم جور میکنیم و مبدش اینجا میشه. بعد از او مانند طریقه جمع چی میکنیم؟ از مبدای وکتور A شروع میکنیم، چی رسم میکنیم؟ وکتور B رسم میکنیم. به شکل از مبدای وکتور A ما وکتور B رسم میکنیم. قیمت و زاویه را گرفتیم از وکتور B را چی میکنیم؟ اینجا رسمش میکنیم. از مبدای وکتور A وکتور B رسم میکنیم. به شکل این میشه وکتور B. وقتی که ما رسم کردیم به طریقه متوازی الاضلاع که در جمع خوانده بودیم به اون شکل ما پیش میریم چی میکنیم؟ اول موازی با وکتور A از انجام وکتور B شروع میکنیم، یعنی موازی میریم با وکتور A از انجام وکتور B به شکل و بعد نمی رقم موازی با وکتور B از انجام وکتور A میریم. بعد از او که رفتیم در اینجا تو تقاطع پیدا میشه، تقاطع که اینجا انجام های وکتور تقاطع کرده و اینجا مبدا وکتور ها تقاطع کرده. این دو تا تقاطع رو چی میکنیم؟ با هم وصل میکنیم. با یک خطکش میگیریم این دو تا رو وصل میکنیم. به شکل وقتی که وصل کردیم از تقاطع مبدا های وکتور بچی به طرف تقاطع انجام هایش جهتش میتیم. به شکل جهت تصیر میتیم این جهتش میشه R. این شده مسئله وکتور یا اصل تفریق وکتور به طریقه متوازی الاضلاع. دوباره براتون تشریح میکنم، ما دو وکتور داریم، وکتور A و وکتور B. میخواییم که A منفی B رو پیدا کنیم. A منفی B ما میتونیم تبدیل کنیم به اصل جمعش. A جمع قوس منفی B میتونیم گرفته. ای بچه تبدیل شده که به اصل جمع وکتور ها. در اینجا چی میکنیم؟ وکتور A علامش مثبت است، خود وکتور A را اینجا انتقال میتیم به رنگ سبز که میبینید وکتور A اینجا انتقال دادیم. بعدا میخواییم که به طریقه متوازی الاضلاع ای را چی کنیم؟ مسئلهش یا اصل تفریقش را پیدا کنیم.
بعدن چی میکنیم وکتور بی مکس در بی جهت است، اما ما میخواهیم که A منفی B را پیدا کنیم. جهت زیره چی میکنیم؟ جهت زیره تغییر میدیم به شکل بخاطر که A منفی B است به شکل، و اینجا میشه مبدایش. بعدن از مبدای وکتور A وکتور B رسم میکنیم به شکل وکتور B رسم شد. بعدن از انجام وکتور B موازی با وکتور A میریم رسم میکنیم، و بعدا از انجام وکتور A موازی با وکتور B رسم میکنیم به شکل هر دویش رسم میکنیم، و بعدا همون نقطه مشترک که در مبدا وکتور هاست او را با انجام نقطه مشترکش وصل میکنیم. این میشه مسئله ما، مسئله دو وکتور به شکل. طریقه دوم که ما کار میکنیم طریقه چی است؟ طریقه مثلث. به طریقه مثلث حالا میخوایم که مثال حل کنیم. اول میخوایم که چی را به طریقه مثلث میخوایم چی را پیدا کنیم؟ A وکتورش منفی وکتور B را پیدا کنیم. که مساوی به چی میشه؟ اول چی میکنیم؟ خطکش میگیریم، اما اندازه که A داره او را انتقال میدیم ما اندازه A را میگیریم و زاویش هم میگیریم. اینجا چی میکنیم؟ میره انتقال میدیم E وکتور معکس وکتور A میشه. بعد از او ما اینجا میبینیم که A منفی B ما داریم. چی میکنیم؟ جهت B را یعنی تغییر میده به خاطر که A منفی B است. ادامه وکتور B چیست؟ منفی است. یعنی جهت C باید تسی رقم باشه. و مبدش اینجا میشه. بعدا به طریقه مثلث که ما کار میکنیم چی میکنیم؟ از انجام وکتور A وکتور B رسم میکنیم به شکل. از انجام وکتور A ما وکتور B رسم میکنیم. این میشه وکتور B ما. بعد از او که وکتور B رسم کردیم از مبدا وکتور A به طرف انجام وکتور A یک خط رسم میکنیم. این خط که رسم کردیم این میشه وکتور R ما. این شده به طریق مثلث اصل تفریق وکتورها. دوباره براتون تشریح میکنم. اگر ما دو وکتور داشته باشیم وکتور A و وکتور B، وقتی که بخوایم که اصل تفریق زیاره یا مثلثش پیدا کنیم چی میکنیم؟ وکتور A را اینجا انتقال میدیم، و بعدا به طریق مثلث چی میکنیم؟ از انجام وکتور A وکتور B رسم میکنیم. خود اینجا کست A منفی 20 جهت B اصلا به دست راست است، ایریش میکنیم به دست چپ انتقالش میتیم، یعنی به رقم جهتش جور میکنیم، و از انجام وکتور A وکتور B رسم میکنیم. بعدا از مبدای وکتور A به انجام وکتور B ما یک خط رسم میکنیم که عبارت از خط مثلث است. این بوده اصل تفریق وکتورها به طریق مثلث و به طریق متوازی الاضلاع. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.